سلام به همه دوستان در کامنت ها پرسیده بودن که فعل هقاس فیندن چه معنی داره و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم خب این فعل یک فعل جدا شدنی هست هقاس در از پیشوندش هست و فیندن حالت جای ثابت فعل هست فعل فیندن رو قبلا درس داده بودیم دوستان درسته به معنی پیدا کردن یه چیزی یا ایش فیند داست اتفاست موقعی بودش که میخوایم نظرمون راجع به چیزی بدیم حالا هقاوس فیندن به معنی پیدا کردن و کشف کردن هستش خب اول با هم دیگه صرفش میکنیم ایش فیند هقاوس دو فیندست هقاوس یعنی تو پیدا میکنی تو کشف میکنی "Er فیندت هقاوس یا زی فیندت هقاوس وی فیندن هقاوس ای فیندت هقاوس و زی فیندن هقاوس خب حالا ببینیم چطوری میتونیم در زب... زمان حال ازش استفاده کنیم تو جمله اول میگم که من این مشکل رو این اشتباه رو در اصل این اشتباه رو در هر صورت مطمئنا حتما پیدا میکنم یا پیدا خواهم کرد یا کشف خواهم کرد مشکل این کار یا اشتباه این کار کجاست ich finde den fehler auf jeden fall heraus ich finde den fehler auf jeden fall heraus درسته پس ich finde heraus که در صرف کردن حالت اول شخص بود بینش حالا اون مفعوله در از مستقیمش میاد ich finde den fehler auf jeden fall heraus auf jeden fall haben wir abla ders gabe budim و یا du sollst herausfinden ob diese stelle für dich geeignet ist یعنی که تو باید پیدا کنی مثلا پی ببری به این موضوع کشف بکنی این موضوع رو که آیا این شغل برای تو مناسب هست و یا خیر du sollst herausfinden ob diese stelle für dich geeignet ist آپ رو هم قبلا در درس گراماتیک درس داده بودیم که خیلی بحث مهمی است توصیه میکنم که دوستانی که ندیدن حتما اون درس رو هم مشاهده بکنن خب حالا حالت پرفکت چجوریه یعنی این زمان گذشته که به حال نسبتا نزدیک هستش ترکیب از هابنه و پارتیسیپس وای میشه هقاوس گفوندن همه هم سر هم می نویسن دوستانا. یعنی کلمهش فعلش واقعا طولانی هست Ich habe herausgefunden, dass Anna mich angelogen hat. Ich habe herausgefunden, dass Anna mich angelogen hat. یعنی من کشف کردم، پی بردم، پیدا کردم که آنا به من دروغ گفت یا دروغ گفته بود. ایش هب herausgefunden گفوندن دست. انگلوگن هم در از فعل لوگن رو هم قبلا توی درس جداگانه به همه روش هایی که شما میتونید دروغ گفتن رو به آلمانی جملاتش رو بیان بکنید کار کرده بودیم که در پوشه فعل و جملات کاوردی در اختیار دوستان هستش و در جمله بعد میگم که دی ویسنشافت هت هراوسگفوندن دس فتس اسن دی گزوندهایت شادن کان دیویسنشافت یعنی علم علم پیدا کرده کشف کرده که غذای چرب به سلامتی میتونه ضرر بزنه یا خسارت به سلامتی وارد کنه دیویسنشافت هاتقاوس گفونن داس فتس اسن دی شادن شادنکان داست اومده داست با دوتا اس تویل رفته آخر جمله توی یه درس جداگونه با همدیگه فرق بین داست با یک اس و داست با دوتا اس رو کار کرده بودیم دوستان خب حالت پرترتوم و یا زمان گذشته ساده که بیشتر در زبان نوشتاری آلمانی استفاده میشه میگم که ich fand seine adresse heraus در به جای میشه فند زمان حالش میشد که ich finde seine adresse heraus درسته یعنی من آدرسش رو پیدا کردم ولی میگم ich fand seine adresse heraus یعنی من آدرسش رو پیدا کردن منتها جمله برمیگرده به زمان گذشته و زمان گذشته نسبتا دور حالا به عنوان تمرین شما میتونین جواب این سوال رو بدید واس هست تو هقاوس واس هست تو حالت سوالی یعنی چه چیزی رو پیدا کردی چه چیزی رو کشف کردی به چه چیزی پی بردی هست تو جواب این سوال رو میتونین به عنوان تمرین در کامنت بنویسید که گفتم این درس به درخواست از دوستان بود شما هم اگر میخواید راجع به کلمه یا گرامری یا هر چیز دیگه که مربوط به زبان آلمانی میشه بیشتر یاد بگیرید میتونین در کامنت ها بنویسید من سعی میکنم درس اون موضوع رو برای شما دوستان آماده بکنم پس ویدیوهای بعد بدرود